آلمانیایی بری بریتانیا، بری انگلیس کار کنه، زندگی کنه. بهتر ای وروانی چاکرم جینا، بهتر از تو کمپ خوابیدن و ولو شدن توی ترکا و توی جنگل و انگل های سیروستانی. ای بهم برای یک میگم من پول ندارم، بدبخت هم هست، فراری هم هست، یه جوری خودشو برسنه مثلا یه جوری مثل رومانی که دیگه نکننش بیرون، چون الان رفتن یه جوری مثل آلمان یا انگلیس خیلی سخته، خیلی پول گونده هم میخواد. ببین کاکو، اگه بچه ها میتونن برای تحصیلات برن، فکر کنم فرق میکنه. قانون اگه عوض بتونن شده، برای تحصیل، اونم عوض شده. پول میخواد. همه قانون عوض شده، قانون نمیدونم ازدواجی بیای، نمیدونم ارزم به حضورت که چی بهش میگن، سرمایه گذاری بخوای بیای، تحصیلی بخوای بیای، همه اینا عوض شد. همه قانون ها کلا عوض شد. همین کشوری که من دارم زندگی میکنم، قانونا همه چیزش عوض شد دیگه، مثل قدیم نیست. شما بگی مثلا ازدواجی بلند کن بیان، بعضی ها فکر میکنن دارن مسخره میکنن رومانی رو، شوهرشون رومانی مثلا، حالا درسته خوب نیست، بله با آلمان میخواد مقایسه کنه خوب نیست، ولی شما من رومانی رو با ترکیه بی مقایسه باید بکنی، رومانی رو بیا با یونان و ایر کمپ و منپا ما با سربستان مقایسه کنی بهتره. بعد چی فکر میکنن همین رومانی مثلا مثل دروازه اصفهانه که سوارشی بری. الان رومانی برو تهران، روی ویزای رومانی به راحتی میتونی بگیری. چی 2 هفته دیگه آیفون قدرتمند 13 وارد بازار میشه، تنها 999 دلار. ماشاءالله آقا خرزی، ماشاءالله ریکالله. تبلیغات پس از فروش هم دارید؟ بسیار عالی های. هر که میخواد کار فنی پس ها چرا من بره، نمیبینم بره لوله کشی، کامنت ها؟ بره لوله کامنت ها کشی، 1 درمیون میاد فکر کنم، ما من بری نمیبینم فقط کامنت ها. کار حرفه یاد بگیرید، آرایشگری، نمیدونم پیتزا زنی، لوله کشی، نقاشی ساختمون، گچکاری، نمیدونم یعنی کارا یاد بگیرید، پول توشه. مثل ما که ما اینجا یارو پدر سوخته یه تتو میزنه 10 سانت از این ور سینه تا اون ور سینه میزنه، کلا 1 ساعت کار نداره، یه دفعه 400 یورو 500 یورو پول یه تتوی 10 سانتی میگیره. کاشت ناخون، تتوی ابرو، بابا اینجا دختره هلندیه پدر سوخته، اینجا صبح با ماشین میان آشغالا رو خالی میکنن تو ماشینای مکانیزه و اینا، دختره اینجا مثل چی کار میکنه پول در میاره، سال به سالم بلند میشه پولاش رو جمع میکنه میره بهترین کشور واسه خودش اشغال میکنه، اینجا کار میکنن بابا، کار میکنن. عین ننه ما تو ایران نیستن که عین کیسه برنج صبح تا شب فقط رو موب میافتن نشسته فقط تلویزیون نگاه میکنن. یه روی دختره مال بلگراد و مال سربستان اومده بود شیراز، دیدمش، بهش گفتم من همون موقعی بود که این سربستان باز شده بود ویز بدون ویزا ایرانی ها میرفتن، گفتم من بخوام برم سربستان از اونجا بخوام بعد برم آلمان نازیکه، گفت چیزی راه نیست، گفت تا چقدر، گفت 3 روز تو راه با قطار. با قطار آخه ببین، با آره قطار کاکو، سربست مثلا سربستان با نه سربستان نه که کرویشا، از کرویشا می رفتیم سلوونیا، سلوونیا با اتریش چیز داره، مرز داره، ولی اونجا از اونجا نمیشد رد شد کاکو، اونجا مادون قرمز، دوربینای مادون قرمز دارن، هر کی از اونجا میومد رد بشه گرفتار میشد. یعنی تو اون کمپ ها شبا هم که جمع میشدیم از این داستان ها میگفتن، جالب بود، هر کی با یه بدبختی اومده بود، بچه هامون اومده بودن از کاکو یه جایی بود باید میپریدن تو قطار از طریق سربستان. بعد این دختره میگفت منم پریدم، یه نرده کوتاهی بود، میگفت قشنگ با دو وسط خشتکش اومده بود رو این نرده داغو شد، میگفت صدای میگفت مثل میگفت این در صدای چیز در آوردم اینجوری میگفتم. من هم میخواست از این کارا بکنی، خیلی هم سخته بپری رو قطار، من حساب اینجا
معرفی کاکو کرد. انگلستان اون بچه ها که می رفتن می گفتن از یه قطاری که در حال حرکته باید رو اون پله وایسی بپره توی یه کشتی بود، وای نمیدونم کشتی باربری، باید می پریدن رو اون، بعد با اون می رفتن انگلستان. وحشت، حساب کن از روی پل بپره تو کشتی. الان ایستگاه قانون داریم. قطار وینو یادته ویکتوری؟ ایستگاه قطار وین، نمیدونم 150 یا چقدر بود یادم نمیاد، نمیدونم دقیقا چقدر بود یادم نمیاد. هلند آمستردام، سر آمستردام که رسیدیم وا یک نفسی ما کشیدیم، بعد هیچ جارم بلد نبودیم. اونایی که با من بودن همشون رفتن آلمان، من ولی اومدم هلند. بعد دیگه رفتم خودم به پلیس معرفی کردم، پلیس خیلی شیک و مجلسی سوار ماشینمون کرد و بعد بردنمون همین چیز سازمان پناهندگی و دیگه به همون جا دادن، کمپ دادن، بردنمون تو کمپ. خیلی اذیت شدیم اما خیلی اذیت شدیم، روزای خیلی سختی بود، خیلی روزای سختی بود. هیچ وقت فرار یادم منو دارم، ولی بابام خیلی بار بود پسر اینطوری که یا امام رضا. حالا هی بپرس چرا رفتی هلند فرشاد آلمان نرفتی؟ حالا همه چی باید اینجا توضیح بدی. بچه الان قانون جدید انگلیس تصویب کرده، میگه دستور داده، حالا نمیدونم تصویب شد یا نه، ولی داشتن تو پارلمانش مطرح چی این چیه؟ ماسمسایی نشون داده نه بابا تو ماج بید. آره جیگر تلا اینجوری بود. اگه تو آبای انگلیس هم کشتی یا قایقا بگیریم برشون گردن تو آبای فرانسه. الان کاکو شما از آمستردام میتونی راحت بلیت بخری مستقیم از خود آمستردام، قطارای اکسپرس داره واسه خود لندن، دقیقا لندن پیاده میشی از آمستردام تا لندن. یعنی نمیاد 200 یورو لب مرز؟ ها در تونلو نمیاد جلو بگیره مداره که چک کنه؟ چرا، خب معلومه که چک میکنه. نه واسه اینا که مثلا توریستی میخوان برن و اینا، خب ولی خیلی هم اصلا با پاسای شباهتی میزنن میرن، با پاسای جدی 500 یورو میدن اینجا پاس میخرن، پاس شباهتی میخرن میزنن میرن، کاری نداره. به 500 یورو نمیدن. چرا بابا، من میشناسم اینجا یارو 500 یورو پاس میفروشه. کاکو بذار من چیز کنم، بچه های دیگه هم بیان صحبت کنم. ما هم بریم دیگه، ما هم بریم. من هر چقدر بگم دوستان سپاسگزاریم از اینکه به تجربیات ما گوش کرد. او فرشاد، آره بچه ها اگه هم از ایران میخواییم بیایم بیرون فقط مواظب باشید. همین، ممنون که به صحبت همون گوش دادید. میگم تنکیو، ممنون که اجازه دادی تو لایو شرکت کنم. نه شما فعلا خودت، نه فعلا بایست به پای دقیقه دیگه تاو تکون نخور. هلو آه جینا، جینا خوبی؟ سلام جینا. سلام 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 سلام. How you doing? یه قضای خوب بعد این تازه من آورد بالا. کاکو خوبی؟ این چطوری؟ زارعی زورش میاد بشینه تو ماشین بره سر کار، چه فکر رای میکنی فرشاد؟ چرا اینقدر آقای زارعی رو اذیت میکنین بابا؟ باشه دوستش داریم. اینو همین چه جور دوست داشتنی؟ سجرش میدین چهره منوست کو بکتایه سلام تومان چطور جینا؟ سون جاد چهره کریه تو بینه بیرون جینا. من اتصاب کردم تو تومان فیسشو نشون نده، من دیگه فیس نمیدم تو لایو. ای وای با تومان، تومان تو ایران، تومان تو چرا حرف نمیزنی؟ تو یه چیز بگو تومان. من والا یه سفر اینو وردمش که خوابش بپره.
شاپوز آباد رفته دیدم خیلی سوال روبوت کریم باز از یه پول شاپ دلار بگو فکر یه بار نقطه بیش سفر روبوت کریمت بگو نه با پاسپورت از کجا از پل از مرز روبوت کریم به شاپ دلار از این رد شد اونو الان میخوای چیکار کنه تو ایران دیگه ببین کاکو حساب کن 100 میلیون هم الان بگیری 5 سال دیگه میشه 20 میلیون ارزشش آخه بدبختی اینم هست ببین تو شما بخوای تو پولو به قول خودت نزول خوری تو که نزول خوری میتونی بکنی اجازه بده من الان تو شیراز مثلا میگم یکی میگه تو بیکاری بیو یه سرمایه 100 میلیون برات جو کنه به ما میبنده خب من رفتم گرفتم خب 100 میلیون رو من با چیکار کنم با چیکار بشه بکنه الان نه آخه کاکو ارزش پول هر روز داره میره پایین این 100 میلیون 5 سال دیگه که میشه 50 میلیون ارزشش 100 میلیون که نی 20 میلیون میشه ارزشش اصلا همین الان آفرین 20 میلیون میشه ارزشش خب همین منم گفتم همین الان 100 میلیون رو الان چیکار میشه باهاش بکنی هیچ. من شنیدم 200 میلیون جینو من شنیدم 200 میلیون من شنیدم 200 فکرم گفتی 200 میلیون نه 100 میلیون شما یه پرایدی هم نمیتونی بخریدی الان بله یکی یه مغازه داره میگه 100 تومن رو بدم 4 تا اشغال بریزم توش بفروشم شاید تازه او هم 100 میلیون چقدر جنس میشه ببین 100 میلیون الان بخری درشو ببندی بذاری یک کنار میشه 400 میلیون 500 میلیون اون موقع 10 سال دیگه چیشی میخوری جینو تا عدیق و خورشت کرفس خود درست گریه زنو نه خانواده مادرم اینا درست کردن و تصویرت تصویرم بیا بیا کاکو بچه ها تایم لایو اون تموم دو دقیقه دیگه خود رو نگفتی داری میچرخی داری میچرخی افتاد 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 خب بچه ها خیلی خوشحال شدم ویکتوری اوکرت فرم نمیشن تاو نشد 4 ساعت هست ولی خب آخه چیز خسته است الان هیچی این علی بابا یه جوک جالب نوشته بود میخواستم جوابشو بدم بعد گفتم علی بابا عذر میخوام برای نسبت شما علی بابا تو کس خواهرش خندیده خیلی زیاد خندیده علی بابا زیاد خندیده کاکو با چل دزد بغداد آخه با چل دزد بغداد دوست این علی بابا علی بابا ننش بخنده همین زیاد میخنده برای همین زیاد میخنده این علی بابا خنده روی باشه کاکو جون خیلی خوشحال شده ویکتوری تو شب بخواب به همچنین بچه ها به همچنین خدا حافظ احمدتون بچه ها مواظب باش